برای مبادله بیشتر گروگان ها هست. 239 نفر گروگان ها، فکر کنم حدود 72 نفرشون رو آزاد کردن، من جمله کودکان که میگفتن نه آقا ربایشی در کار نبوده، همه بر این بودن در کانال های دیگر اینو توجیه بکنن. خب در خلأ ایجاد نشده، حتما یک زندان سربازی هست که در اون به اینها حجمه هایی وارد شده و اینها از نظر آب آشامیدنی ندارن. خب برای هر چی باشه نون آبشون هم باید تهیه کنن. نه اینطور نیست، یکی اینه که باید روشنگری بشه در این زمینه. هر چی باشه داده های ما آیا از طریق صدا و سیما هست یا فیلتر شکن داریم که میتونیم وارد آنچه که به زبان عبری، انگلیسی و زبانهای دیگر هست، یا مطبوعات یا خبرگزاری های وابسته، حالا از نوع بی بی سیش باشه یا آل سعود که اون رو میان و به عنوان کارشناسان ارشدی که اونجا میارن، کارشناسان 2-3 دقیقه هست، 3 دقیقه یا 5 دقیقه بیشتر نیست، که بتونن اونا هم که یه پاسخ و پرسشی باشه جواب بدن، پولشون رو بگیرن و برن. از این رو وقتی که ما صحبت از خرد جمعی میکنیم در کنار یکدیگر به عنوان دوستان، به عنوان ایرانیان داریم صحبت میکنیم، بس خیلی مهمتر از این هستش که غزه یا فلسطین باشه. اونایی که صحبت از فلسطین میکنن کدام فلسطین، فلسطینیون که میکنن کدام فلسطین، آنانی که به هر حال در از 1967 تا 1993 این مرز و بوم غزه در اختیار اسرائیل بوده، که قبل اون در اختیار مصر بوده، قبل اون هم به هر حال قیمومیت بریتانیا رو داشتن، هیچ کس اینا رو نمیخواد. دقت بکنید، میگن که آقا ما کار نه مصر اونها رو قبول داره نه خود به هر حال اعراب اونها رو قبول دارن و نه اینکه خود اسرائیل حاضر سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن، برای اینکه یک فرهنگ سیاسی رو که میبایسته در به هر حال دوران تأسیس اسرائیل و دیویژنی که بوده 1948 به دو دولت تقسیم شده بوده، اسرائیلی و عربی، در 1964 با جمال عبدالناصر مسئله فلسطین و فلسطینیون که از دوران آدریانوس 2000 سال پیش بوده گفتن اگر یک ریجین هست، یک ناحیه هست به عنوان فلسطین، خب به هر حال جزئی از شامات بوده در دوران امپراتوری عثمانی، پس بعد فلسطین رو نام دیگه داشتن، خودشون بیان گلیم خودشون عذاب بکشن، بس بر اینکه ما جوانای خودمون رو چه مصری باشه یا 7 ارتش عرب که بیان جوانای ما رو کشته بدیم و بودجه مملکتی رو بذاریم بیایم با موجودیت اسرائیل بجنگیم، آقا گلیم خودمون عذاب بکشید، به ما چه مربوط، بودجه مملکت در اختیار شما بذاریم به جای اینکه به بچه‌هامون برسیم، به آینده خودمون بیان برسیم، بیان کار مشاهده برای شما جنگیدن، خودتون برای خودتون بجنگی، عملیات درستی انجام میدین و غیر اونها. و اینکه در 1993 با قرارداد اسلو که ابر تروریست همانا صدام حسین بود که جایزه نوبل هم بهش دادن، حالا فکر کنم تروریست به جایزه نوبل میدن آدم میشه، که نه فقط در کنار صدام بر ضد ایرانیان جنگید، همینطور در سوریه نیست، در کنار اسد، در کنار اسد آمدن و جنگیدن، یعنی در کنار آنانی که سلفی گری بودند و اسلامگران افراطی بودند که 1 میلیون هم کشته شدن، در مقابل قاسم سلیمانی اینا می جنگید. یعنی بحث در اینه که اینها هر جایی که هم از میخوان هم از بفهمید،